بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي عبد الله جعفر بن محمد عليه السلام قال كان فيما وعد لقمان ابنه أن قال الله يا بني اجعل في أيامك ولياليك وساعاتك نصیبا لک فی طلب العلم. نمیگه سهمی بگذار برای طلب علم، فقط میفرماید برای خودت یک نصیبی، یک عایدی بگذار به وسیله طلب علم. اولا طلب علم را در هیچ وهله‌ای، در هیچ مرحله‌ای از مراحل عمر فراموش نکن. ثانیاً این را یک نصیبی برای خود بدان، یک عایدی برای خود بدان. واقع قضیه هم همینه. اینی که ما به جوانها این همه توصیه میکنیم که کتاب بخونن، هرچه میتوانن بخوانند، چون این معلوماتی که در جوانی گیر انسان میاد اینا میمونه. اونچه که در جوانی از آیات و حدیث و مطالب گوناگون انسان حفظ کرده اینا یادشه، اینا انسان میمونه در یادش، خیلی قیمت داره. خب حالا میفرماید که در روزت، شبت، ساعاتت نصیبی برای علم قرار بده، برای طلب علم. و مطلق هم هست، حالا اینجا علم اگرچه که بهترین علوم، علوم الهی است، علوم معارف دینی است، در این شک نیست، لکن بقیه علوم هم دارای شرافتند به حسب مراتبشون، با اختلاف مراتب. علم رو نباید فراموش کرد. این از وصایای لقمان حکیم به پسرش بوده. بعد می‌فرماید که فَإِنَّكَ لَنْ تَجِدَ لَكَ تَضْيِيعًا مِثْلَ تَرْكَهُ. هیچ تضییعی، ضایع کردنی، نابود کردنی، خسارت دیدنی برای تو مثل ترک علم نیست. وقتی که ترک کنه انسان طلب علم را، یعنی یک ظرفیت قابل بروز و قابل شکوفایی، یک درخت میوه‌دار که میشد از میوه او انسان استفاده کنه را انسان معطل گذاشته، بیفایده گذاشته. این بنابراین درسی است برای همه ما در همه زمان‌ها.